به نام خدا، در این دوره از فرادرس میخواییم طراحی سه‌بعدی قطعات الکترونیک در آلتیوم رو بهتون آموزش بدیم که توی خود نرم‌افزار آلتیوم انجام میشه. همونجور که میدونید آلتیوم قابلیت نمایش سه‌بعدی برد ما رو داره. مثلا من اگر بخوام یه معرفی داشته باشم از اینکه چجوری نمایش میده برد و پی سی بی رو به صورت سه بعدی، اینجا یه دونه پی سی بی نمونه داریم، اینو باز میکنیم. خب این پی سی بی که دارم باز میکنم، این نمونه توی خود نرم افزار آلتیوم هستش. شما میتونید مینی پی سی رو سرچ کنید توی کامپیوترتون، اگر آلتیوم رو نصب کرده باشی این پی سی بی براتون باز میشه. ببینید این الان مدل دو بعدی پی سی بی ما هستش. مدل سه بعدیش رو موقعی که دکمه سه رو بزنیم، مدل سه بعدیش باز میشه. میبینید یک فن داره به این صورت، کانکتورهای شبکه و این قطعات پشتشه، قطعات پشتش که به صورت SMDه، کانکتورهای مختلف، پین هدرها. مثلا شما اگر دقیق این برد رو بررسی کنی به این نمایش سه بعدی میرسید. چیزی که میخوام الان بگم لزوم وجود اندازه سه بعدی قطعات در پی سی بیه. خب الان فرض کنید حالا شما پی سی بی رو طراحی کردید و میخواید لزوم این که ما طراحی سه بعدی رو بدونیم و داشته باشید. خب مادربرد مشکلی نداره، اندازه قطعات هرچی باشه بالاخره توی کیس جا میشه. ما میتونیم اندازه قطعات یا ارتفاع قطعات رو توی خود آلتیوم مشخص کنیم، لزومی به طراحی سه بعدی هم نیست. موقعی که اندازه رو مشخص کنیم، اگر جایی مشکلی باشه ارتفاع قطعاتمون از اون حدی که واسه پی سی بی در نظر گرفتیم بیشتر بشه، خب آلتیوم بهمون ارور میده. یا اینکه مثلا ممکنه فرض کنید یه چیز فانتزیه، یعنی مثلا نمایش برد به صورت سه بعدی خیلی چیز به درد بخوری نیست و کلا برای زیباتر شدن یا برای اینکه نشون بده آخرش پی سی بی مون به چه شکلی در میاد به اون درد بخوره. من اینجا چند تا مثال بهتون نشون میدم که متوجه بشید واقعا نمایش سه بعدی پی سی بی کجاها ضروری میشه. اینجا نگاه کنید، اولا چند تا چیز ما در مورد کاری که میخوایم بکنیم بهتون توضیح بدم. این معادل این سه بعدی، مثلا این فن یا این قطعاتی که به این صورته، اینا در آلتیوم قابل طراحی نیست، بلکه تو نرم افزارهای طراحی سه بعدی دیگه‌ای مثل سالید ورک یا 3D Max اینا طراحی میشه و فایل استپ STP یا STEP اونها اکسپورت شده و توی آلتیوم وارد میشه که اینو توی فصل سوم بهش میرسیم. اما چیزی که ما توی آلتیوم میتونیم طراحی کنیم، مثلا این خازنه است، ما این خازنه رو میتونیم تو آلتیوم طراحی کنیم و مثلا این معادل این قطعات SMD و چیزهای دیگه، چیزهایی که به این صورت به صورت ساده هستن، اینا رو تو خود آلتیوم قابل طراحی هستش. خب هنوز ما لزوم وجودش رو نگفتیم. ببینید من بیام یه مثال براتون نشون بدم. اینجا من چند تا عکس دارم. خب این پی سی بی رو نگاه کنید. این پی سی بی یه هیت سینک داره. میبینید این هیت سینک چند جا تا خورده و به این صورت اینجا اومده. همون جوری که مشاهده میکنید دو تا برد کوچیک اینجا داره که این برد روی برد اصلی جا خوردن. این خازن اینجا تا خورده، زیرش رو اگه دقت کنید المان‌های SMD استفاده شده و همونجوری که می‌بینید مثلا توی این برد المان‌ها به صورت سه بعدی منتشر شدن. یعنی چی؟ یعنی که خود مثلا یه دونه خازن یا یه دونه برد، ببین مثلا این خازن رو ببینید به صورت افقی اینجا هستش، اینو ما موقعی که طراحی می‌خوایم بکنیم جای این دو تا خازن مهم میشه و اگه بردمون به صورت سه بعدی نباشه ما مشکل پیدا میکنیم. یعنی طراحی سه بعدی رو اگه ندونیم اینجاها مشکل پیدا میکنیم. حالا مثال دیگه که اگه بخوام بهتون نشون بدم این برده، توی این برد رو نگاه کنید، باز این هیت سینک به صورت تا خورده هست، برد به صورت کامپکت جدا شده، یه سری از المان‌ها روی هم سوار شده. یعنی مثلا این خازنی که اینجا میبینید، این خازن تا خورده، این خازن روی این برد سوار شده و زیرش حالا المان‌های دیگه ای هم وجود داره. این یه نمونه دیگه از طراحی پی سی بی که کل این برد مشخصه که مثلا حالا هیت سینکاش یا بعضی از این
المان‌هاش اینا تو خود آلتیوم طراحی شده. پس ضرورت طراحی سه‌بعدی قطعات برای بردایی به این صورتی که به صورت سنتی میخواد طراحی بشه جا خیلی محدوده و دقیقاً باید محل قرارگیری المان به صورت افقی یا عمودی مشخص بشه. یه ضرورت دیگه هم بحث جعبه خود پی سی بی شما، مثلا جعبه ای که برای مدارتون در نظر میگیری فرض کنید یه سری جای پیچ داره و مثلا مثل همین از این جای پیچ اگر مدل جعبه رو داشته باشی به صورت سه‌بعدی اینجا شما میتونید قشنگ پی سی بیتون اونجا قرار بدید و مثلا اینجایی که جای ورودی برق مانیتوره، ورودی دی سی این برده، ببینید روی جعبه دقیق بیرون میاد یا نه. مثلا از قسمت مکانیک کسایی که مثلا حالا دارن تیمی کار میکنن، اونی که روی بخش مکانیک جعبه رو طراحی کرده مدل استیپیشو به شما میده، وارد آلتیوم میکنید و پی سی بی تون رو داخل جعبهش قرار میدید به صورت مجازی تو حالت سه‌بعدی و چک میکنید که آیا بردتون به صورت مناسب اندازه‌گیری و ساخته میشه یا اینکه نه. خب پس ما لزوم وجود اندازه سه‌بعدی قطعات در پی سی بی رو اینجا توضیح دادیم، گفتیم که در بردهایی که مثل بردهای پاور، مثلا پاور کامپیوتر رو دقت کنید، یا بردهایی که به صورت کوچیک می‌خوایم طراحی کنیم یه سری المان‌های بزرگ داره مثل خازن و ترانس، و ما یه سری المان‌های SMD یا خازن‌های کوچیک‌تر یا مقاومت‌های کوچیک‌تر رو می‌خوایم زیر اینا قرار بدیم و حالا خازن رو به صورت تاب کنیم پایه‌اشو یا به صورت بالاتر از برد مونتاژ کنیم، یا بردهایی که یه سری بردهای کوچیک دیگه به صورت کارتی می‌خواد روش قرار بگیره و رو خود اون بردهای کارتی المان‌های بلندی قرار داره یا المان‌هایی قرار داره که ممکنه روی برد موقعی که قرار بگیره مزاحم المان‌های برد اصلیمون بشه. لزوم طراحی اندازه سه‌بعدی قطعات در پی سی بی چند تا دلیل داشت که این دلیل‌ها همینایی بود که به صورت خلاصه براتون گفتیم. تو این درس می‌خوایم یه بخشایی که توی آلتیوم برای طراحی سه‌بعدی قطعات لازمه یه مرور کلی داشته باشیم. شما برای مرور بهتر میتونید از دورایی که توی فرادرس توی آموزش مقدماتی آلتیوم یا آموزش آلتیوم هست اونجا مراجعه کنید. ببینید نرم افزار آلتیوم که خب محیطش به این صورته، ما یکی از قسمتایی که احتیاج داریم بحث کتابخونه‌های پی سی بی. ما قسمت فایل، نیو، لایبرری، تو قسمت لایبرری پی سی بی لایبرری رو باز میکنم. یه لایبرری جدید به پروژه ما اضافه میشه به این صورت. حالا من این قسمت رو پاک کنم. ببینید توی این قسمت ها میتونید پد اضافه کنید مثلا، یا وایا اضافه کنید، یا تکستی بنویسید، خط بکشید حالا توی لایه های مختلف. مثلا من بخوام یه مربع اینجا طراحی کنم به این صورت، خط بکشم. پس پدها رو اینجا داریم که قسمت اصلیه و کشیدن خط و کشیدن تکست. دیگه قسمت های دیگهش خیلی لازم نیست. این قسمت هم که بحث فیلتره. میام قسمت خود این پی سی بی لایبرری. خب یه اسمه که اسم المانمونه که ما میتونیم اسم المانمون اینجا مثلا تغییر بدیم، مثلا بذاریم الک اسمشو. بعد نوعشه که مکانیکال، گرافیکال، نتای، استاندارد. خب استاندارد که همون مثلا مثل مقاومت، خازن و المان‌های الکترونیکیه. مکانیکال فقط بحث یه المان مکانیکیه مثل پیچ، مثل بولت، مثلا هیت سینک، اینجور المان هاست. و گرافیکال فقط گرافیکی به صورت گرافیکی نشون میده و بقیهش هم به همین صورت. ما قسمت استاندارد بیشتر احتیاج داریم و مکانیکال. بعد خب این نامگذاری المانمون بود توی قسمت پی سی بی لایبرری. الان یه دونه المان داریم به اسم الک که اسم گذاری شده. دیگه چیز خاصی نداره. ما هر پدی که اینجا اضافه کنیم به این صورت اینجا توی این قسمت المان‌های مختلف مال پدهای مختلف اینجا نشون داده میشه. همونجوری که میبینید پدهای مختلف به این صورت نشون داده شد. یه بحث گریده، شما دکمه جی رو که بزنی گریدی که لازم دارید اینجا میتونید ست کنید. معمولا برای المان‌هایی که دیپ هستن ما فاصله بین پینامون 100، مثلا برای اینکه راحت بتونیم پده رو جایگذاری کنیم
100 میذاریم، مثلا این 1، این 2، این 3، به این صورت پردامون دقیقا به فاصله 100 میل یا 1.1 اینچ قرار میگیره. خب بحث ادیت کردن خود پد که دیزاینیتورش رو میتونیم اینجا مثلا تغییر بدیم 1 باشه، این 2 باشه، این 3 باشه، که تو کدوم قسمت ما موقع که دابل کلیک کنیم قسمت پراپرتیزش باز میشه. همچنین میتونیم خب کلیک راست کنیم و پراپرتیز رو بزنیم تا این پنجره باز بشه. تو این پنجره یه سری مشخصات داریم. یکی دیزاینیتورشه که مشخص میکنه شماره پدمون چیه. میتونیم این دیزاینیتور رو جای مثلا شماره 1 مثلا اس بنویسیم، فرض کنید پای سورس یه ماسفت، یا هر اسمی که خواستیم. بعد اینجا لایه‌اش مشخص میشه که لایه چند لایه است، و میتونیم موقعی که پدیه که ترو هوله، یعنی از لایه بالا تا لایه پایین امتداد داره، ما مولتی لایر رو انتخاب میکنیم. اگر پدمون SMDه و فقط روی برده، میتونیم تاپ لایر رو انتخاب کنیم. تو این حالت دیگه سوراخ یا هول وسط پد از بین میره. شکل پد که به چه صورتی باشه، گرد باشه، مربعی باشه، این اینجا مشخص میشه که شیپش به صورت روند باشه، رکتنگولار باشه، یا هشت ضلعی باشه، اکتاگونال باشه، یا اینکه به این صورت باشه، مستطیلی باشه که گوشه هاش گرد باشه. این قسمت مشخص میشه. اندازه پد رو مثلا اینجا میتونیم مشخص کنیم که مثلا ایکس پدمون 20 میلی اینچ باشه و وای 60 میلی اینچ. دیگه اینجا میزان گرد شدگی گوشی ها رو نشون میده که خب مشخصا اگر حالت مستطیل قرار بدیم اینا دیگه این قسمت غیر فعال میشه. قسمت های دیگه ای لازم نیست. خب بخش دیگه ای که توی این قسمت باید بهش اشاره کنیم، توی پدایی که ترو هوله قسمت سوراخشه. ما قسمت هول سایز اینجا داریم که سایزش اینجا مشخص میشه. مثلا سعی کنید اگر PCB دونو توی مثلا داخل سفارش میدید، اندازه اینا رو به صورت میلیمتری بنویسید. تو متایی که دارن میلیمتریه، و اگر به صورت میلی اینچ بنویسی، نزدیکترین اندازه به اون میلی اینچ رو دو واحد میلیمتر درتون در نظر میگیرن که ممکنه کوچیک بزرگ بشه سوراخش. خب سوراخ به صورت روند، گرد، به صورت مربعی و به صورت مستطیل که گوشه‌هاش گرده. خب این دو نوع معمولا داخل نمیذارن. اگه PCBتون رو بیرون از ایران خواستید سفارش بدید، میتونید اینجا استفاده کنید. و قسمت دیگه ای که اینجا لازم نیست، یه قسمت های ابتدایی رو میخوایم براتون نمایش بدیم. خب توی قسمت لایبری دیگه ببینید، موقعی که میخواید المان و دورش رو طراحی کنید، خب موقعی که میخواید خط بکشید، به اصطلاح بذار من گیریده شد همون 5 میل بذارم که راحت بتونم بکشم، دکمه شیفت رو اگر نگه دارید و با اسپیس همزمان بزنید، حالتهای مختلف کشیدن تغییر میکنه. مثلا ببینید الان به صورت 135 درجه داره تغییر میکنه، اینجا همون حالت 135 درجه است ولی به صورت کروبدار، اینجا 90 درجه است. اگه بخوایم این 90 درجهش بیاد سمت پایین، خود اسپیس رو میزنیم دیگه، شیفت رو نگه نمیداریم تو این حالت. بعد تو این حالت 90 درجه گرده که اگه اسپیس رو بزنیم به این صورت تغییر میکنه. تو این حالت به صورت فری میتونید به هر شکلی که بخواد در بیاد. باز اگه شیفت رو نگه دارید تو این حالت، حالت 135 درجه معمولی دوباره برمیگرده و با اسپیس هم حالتش رو میتونید عوض کنید. خب قسمت هایی که برای طراحی المان ها تقریبا نیاز هست و اینجا یه معرفی کردیم. توی فصل بعد ببینیم چند تا از المان های ساده مثل خازن مقاومت و پکیج های ساده دیگه مثل پکیج رگولاتور ها رو اینا رو طراحی میکنیم به صورت سه‌بعدی و نتیجهش رو نمایش میدیم. در این فصل میخوایم چند تا از المان های الکترونیکی مثل خازن مقاومت، یه سری رگولاتور ها، IC و یه سری المان هایی که به صورت روتین توی بردها اندازه مشخصی نداره، مثلا بستگی به فرآیند ساخت اون المان داره، مثل ترانس، مثل ترانسای AI، اینا رو میخوایم طراحی کنیم حالت سه‌بعدیشو. این فصل اصلی در این فصلمونه و در فصل بعد که فصل سوم میشه
بیشتر به اضافه کردن المان‌های سه‌بعدی طراحی شده تو نرم افزار دیگه که به صورت آماده هست توی آلتیوم درباره اونا صحبت میکنیم. خب نرم افزار آلتیوم رو باز میکنیم و از قسمت فایل نیو لایبرری پی‌سی‌بی لایبرری رو باز میکنیم. خب همونجوری که میبینید یه دونه المان به صورت پیش فرض اینجا برای ما قرار داده. من اینجا میام اسمشو عوض میکنم، مثلا میخوام اسمشو بذارم کپاسیتوره، میخوام خازن SMD رو شروع کنم طراحی کردن. حتی خازن با مقاومت چون فرقی نمی کنه، یا میتونیم از لحاظ رنگی تفاوت بسش بزنیم. پکیج 0805 رو میخوایم طراحی کنم. خب پکیج 0805 در واقع نامگذاریش به این صورته که این طولش 80 میلی اینچه و عرضش 50 میلی اینچه، در واقع 800 اینچ در 500 اینچه. مثلا پکیج 1206 1200 اینچ یا 120 میلی اینچ در 600 اینچ یا 60 میلی اینچ ابعادشه. حالا پس پکیج 0805 80 میلی اینچ در 50 میلی اینچ اندازش. ما میایم در ابتدا شروع میکنیم ابعاد المانمون رو طراحی میکنیم. تو حالت ابتدایی موقعی که ما خط رو طراحی میکنیم، لایه‌ای که انتخاب شده لایه تاپ لایره، یعنی اگر این لایه رو برای ساخت المانمون در نظر بگیریم، عین همین خطی که کشیدیم روی بردمون به صورت مسی چاپ خواهد شد که ما اینجا نمیخوایم اینجوری باشه. موقعی که بخوایم لایه‌های مختلف رو جابجا بشیم با کلید این پایین رو اگه دقت کنید این قسمت لایه‌ها، اول میتونیم لایه‌ای که نمیخوایم و بگیم که نمایش نده. مثلا لایه فرض کنید تاپ پیست، تاپ سولدر، مکانیکال، که حالا مکانیکال که اینجا احتیاج داریم، ولی لایه‌ای که خواستیم میتونیم اینجا ویزیبیلیتیشو تغییر بدیم. ولی برای این که خطی که میکشیم توی دوید لایه دلخواه ما باشه، با کلید مثبت و کلید منفی میتونیم بین این لایه‌ها جابجا بشیم. مثلا نگاه کنید تاپ لایر باتوم مکانیکال یک اوور تاپ اوورلای باتوم اوورلای تاپ پیست باتوم پیست تاپ سولدر باتوم سولدر و به همین صورت. تاپ اوورلای اون لایه‌ای که می‌خوایم مارکاژ بردمون روش بیفته و باتوم اوورلای به تبع همون مارکاژی که توی لایه زیرین چاپ میشه. لایه تاپ رو انتخاب می‌کنیم و یه خط می‌کشیم. خب حالا میایم مشخصات این خط رو تغییر میدیم. ضخامت خط رو 5 تا 7 میل قرار میدیم. 5 میل نازکه، 7 میل یه خورده ضخیم‌تره. برای المان‌های دیپ 7 میل رو استفاده کنید و 10 میل. برای المان SMD 5 و 7 استفاده کنید. من اینجا 5 میل می‌ذارم. میایم توی منوی ادیت ست رفرنس لوکیشن. چی شد؟ ادیت ست رفرنس لوکیشن. میخوام چیکار کنم؟ میخوام 0 و 0 بردمو که الان اینجا هستش اینو تغییر بدم. برای طراحی راه لوکیشن اینو میذارم ابتدای این خط. به این صورت الان این خطم اگر مشخصاتشو ببینیم از 0 و 0 شروع شده تا 245 میل و 0 که همون ایکسش باشه ادامه پیدا کرده و طبعا طولش 245 میلی اینچ. خب من گفتم پکیج 0805، پس انتهای این خط رو میذارم 80 میلی اینچ و طولش هم که خب 80 میلی اینچ میشه. همینو کنترل سی رو میزنم و این ابتداش رو کلیک میکنم. کنترل سی رو که انتخاب کنید، مثلا اگر اینجا رو انتخاب کنم، کنترل وی رو که میزنم نسبت به همون جایی که کلیک کردم خطم رو میاره. برای اینکه راحت تر باشم کنترل سی رو میزنم، این انتها رو کلیک میکنم ابتدا رو و حالا موقعی که کنترل وی رو زدم خطی که پیست میشه به اون نقطه‌ای که کلیک کردم چسبیده. حالا با زدن کلید اسپیس به این صورت زاویه‌اش رو تغییر میدم و اینو سر جاش قرار. خب حالا این یکی رو تنظیم میکنم. گفتم باز عرضش 5 میله، طولش این دفعه از 0 و 0 که اینجاست تا 0 و 80 میله، مشخصه وایش 80 میله. اینو من میذارم 50 چون المانم 0805. خب حالا اون دوتای دیگهش رو میکشم، کلش رو انتخاب میکنم کنترل سی. میتونم با همون المان خط با پلیس لاین اونم انجام بدم، ولی خب حالا اینجوری راحت تره با
اسپیس میچرخونمش و اینو به این صورت قرار میدم. خب این اندازه المانمه. دو تا پدم لازم دارم. دو تا پد میذارم. پد اول شمارهش رو اصلاح کنم. ببینید موقعی که من میخوام، موقعی که پد میخوام بذارم، قبل از اینکه بذارم میتونم اصلاحش کنم. دکمه تب رو میزنم. این حالت پاوس میره و اینجا دیزیگنیتورش رو یک میذارم، دیزاینیتورش رو لایهش رو میذارم تاپ لیر و میام پایین تر شیپش رو مثلا رومده رکتنگولار انتخاب میکنم، عرضش رو 30 یا 20 میذارم. 30 خوبه. ببینید اینتر رو که زدم برمیگره دوباره به ماهی. دوباره تب رو میزنم و عرضش رو 30 گذاشتم و دیگه مشخصه دیگه ای نداره. همینو همینجا پیست میکنم. اینتر رو میزنم برمیگرده. این پد شماره 1م و اینم پد شماره 2. یه خورده عرض پد نسبت بدنه بزرگتر گذاشتم که موقع لحیم کاری قشنگ المان سر جاش بشه. حالا میریم سراغ این که ببینیم تو حالت سه بودی المان ما چه شکل. دکمه 3 رو میزنم. اگر لپتاپتون یا کامپیوترتون کلیدای شماره، کلیدای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و مثبت منفی و کنار سمت راست کیبورد داره، تو حالت ناملاک روشن با زدن کلید 2 به این صورت المانمون میچرخه، با زدن کلید 6 یا 4 به این صورت تغییر و 1 رو اگه بزنید برمیگرده حالت عادی. خب همونجوری که میبینید ما اگه دقیق اینجا بشیم یه لایه مس داریم این زیر. برو من بزرگترش کنم. ببینید یه لایه مس داریم این زیر، یه لایه مارکاش و ارتفاع المان ما تقریبا به اندازه مارکاشیه که روی این مس چاپ شد. مس روی برد چاپ شده و این هم ارتفاع المان. خب تا الان پس بدنه برای این المان ساخته نشد. چیز دیگه ای که میتونم اینجا بگم تو این قسمت اینه که با موس هم میتونیم این المان رو به این صورت مثلا حرکت بدیم. با کلیک راست موس موقع که نگه دارید کرسر موس به صورت دست، به صورت هند در میاد و میتونیم المان رو جابجا کنیم. اگر دکمه شیفت رو نگه دارید یه گوی به این صورت قرار میگیره. با نگه داشتن کلیک راست میتونید المانتون رو چرخش بدید به همون جهتی که میخواید. شیفت رو که ول کنید دیگه همونجا نیست. تو هر مرحله هم با زدن کلید 1 برمیگرده به همون حالت خودت. با زدن کلید 2 برمیگردیم تو حالت 3 بود. حواستون باشه اون کلید 2 که گفتم کلید 2 قسمت حرکتی بود، نه کلید 2 قسمت راست کیبورد بود. یعنی کیبوردهایی که شماره دارن سمت راستشون به این صورت میتونید استفاده کنید. برمیگردیم سر طراحی بدنه خازن. خب توی منوی پلیس اکسترود 3D بادی رو کلیک کنید. دو نمونه داره، یه 3D بادی داره که فایل استپ STP اینجا میتونید ایمپورت کنید. STP یا استپ مثل فرمت هایی هست که معمولا همه نرم افزار 3 بودی اکسپورت تو این فرمت رو دارن، یه فرمت ساده 3 بودی. خب ما اکسترودیت رو میزنیم. میخوام بدنه یه خازنم رو طراحی کنم. میام اینجا کلیک میکنم، کلیک میکنم و کلیک میکنم. تا موقعی که کلیک راست رو نزنم میتونم طراحی کنم. الان کلیک راست رو میزنم، بدنه من تو لایه مکانیکال 1 قرار گرفت. پس اینی که طراحی کردم تو کدوم لایه است؟ تو لایه مکانیکال 1. بدون اینکه چیزی رو بزنم میرم تو حالت 3 بودی یه نگاه بندازم ببینم چی شد. ببینید تو حالت 3 بودی به این صورت یه بدنه برای من طراحی شد. خب برمیگردم کلیک راست پراپرتیز یا دابل کلیک. دابل کلیک اکسترودد اوورال هیت ارتفاع کلی من چقدر میشه؟ میزنم 0.5 میلیمتر. برای اینکه اینجا هم به صورت میلیمتر بنویسه تو حالتی که خود صفحه انتخاب شده دکمه کیو رو میزنم. همینجوری که میبینید اینجا محاسباتی که داره به میلیمتر. دوباره کیو رو بزنم برمیگرده به اینچ. میلیمتر رو میزنم و اینجا ارتفاع قطعم در میاد 0.5 میلیمتر.